نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 25 ماه سفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در این نشست علمی فرمودند مال همه غیر مسلمانان محترم است مگر کافر حربی و در تعریف کافر حربی گفتند کافر حربی شخص غیر مسلمانی است که معاند با اسلام و مسلمانان باشد و همچنین با مسلمانان در حال جنگ و یا در حال اعلام جنگ است در شرایطی که هیچ گونه پیمونی از قبیل معاهده و عقد امان و صلح با مسلمانان ندارد کافر حربی می تواند اهل کتاب یا غیر اهل کتاب باشد و در چنین شرایطی جان مال و امنیت او از سوی مسلمانان مسئولیت ندارد معظم همچنین تاکید فرمودند گرفتن و تصاحب مال تمامی انواع غیر مسلمانان جایز نیست لذا قصب و تصرف در اموال غیر مسلمان چه در ممالک اسلامی و چه در ممالک غیر اسلامی جایز نیست ایشان در ادامه با اشاره به انواع کفار فرمودند فقط مال مربوط به کافر حربی در شرع مقدس اسلام محترم نیست آن هم آن کافر حربی که در حال جنگ با مسلمانان است اما حتی مال آن کافر حربی که در آتش بس و صلح با مسلمانان بوده و با آنان در حال جنگ نیست نیز محترم است لذا تصاحب مال کافر حربی به دو شرط جایز است اول که کافر حربی در حال جنگ با مسلمانان باشد و دوم آنکه در زمان آن مال تصاحب شود که نزاع میان او و مسلمانان وجود داشته و جنگ برقرار باشد نه آنکه جنگ به آتش بس کشیده شده باشد وگرنه تصاحب مال حتی کافر حربی در صورتی که این دو شرط در مورد او وجود نداشت جایز نیست با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم چرا محترم کافر همه مالشون محترمه مگر کافر حربی اونم در حال حرب یعنی وقتی جنگ هست یعنی اگه جنگ بود بین مسلمان ها و کفار اونجاست که مالش محترم نیست اگر نه حتی کافر حربی کافری که جنگ داره اما اگه هدنه شده الان جنگ نیم نه جایز نی مال کافر مالش محترمه